بینندگان عزیز سلام و درود امیدوار در هر جایی که تشریف دارید آسوده و خوش نفس باشید پیچ جنگ در محور غذا به شکل دگی امروز دیده شده با برای اولین بار حماس بر پایتخت اسرائیل حمله کرده است و ایده در صورتی بود که اسرائیل مرتب یعنی تقریبا هزاران ده هزار تن بم بارود بالای غذا ریخته و این حاصل جنگش امروز ما میبینیم که از وام از منطقه رفع از آخری جنوبی ترین قسمت غذا بالای پایتخت اسرائیل موشک های ده ها موشک فیر شده است ها جزیات شد تا حال هم تا که رسیده تا اندازه ما بررسی میکنیم پامیر مامون بالایش کار کرده میبینیم که اصل قضیه چی است پامیر اصلا چی وقت و چطور یه اتفاق افتاده؟ سلام به شما و بینندگان و عزیز و گرامی خب ساعت پیش تقریبا یک ساعت یک نیم ساعت پیش خبرای رسد شد از حوادث در تل اویف در حوضه اسرائیل و غزه عملات هوایی صورت گرفت و حملات هوایی بسیار گسترده راکت بارانایی بود که برای اولین بار در ظرف چندین ماه به شهر تل اویف که پایتخت اسرائیل است اگر نازد بمباران هوایی شروع شد راکت ها فرود آمد و خبرهای اولی همه قدر بود کلی گمان می‌زد که شاید حزب الله باشه اما به طور بسیار غیر منتظره و غافل کننده گردان های القسام حماس مسئولیت به اسرائیل هم کنفرم کرد اونان تایید کردن ارتش اسرائیل گفتن که از غذا فایده شده ولی جای جالبی است که از رفع ایراکت ها موشک را کردن و اونا رفتن شهرهای بسا کلان کلان اسرائیل بمباران کردن که از رفع تا اونجا تقریبا حدود 100 تا 130 کیلومتر فاصله است بین تلویف و رفع که در, در غذا است گزارش زیاد از راکت که استفاده شده تا فعلا نیست اما گمانه است که راکت هایی است که بنامه آری 160 در فلسطین نو no, um, شناخته میشه که امو خیبر خیبری که ایرانی هست امو مدل راکتای خیبر اول ایران است که میگن برده ست تا ست دا پینجا داره بالسته نی, اه, دوی چیز بر. خب ارتش اسرائیلی رو تایید کرد آتش سوزی هم در چندین شهره که تلاویب ساد شده تا گزارش های اوله فقط میگه که یک نفر زخمی شده که او هم یکی از خبرگزاری اسرائیلی رو گزارش داده و گفته خود هماز که چندتا تا گشته داده اسرائیل تافیلان دا اما تافیلان کدام جزیات خاص دیگه این از تلفات یعنی از رفع چرا این پرتاب شده رفع خو کاملا زیر پوشش بام و راکت و ضربات هوایی و توبچی و استخباراتی است ای از کجا شده خب ای بره از یک حساب نشان دادن حماس است که بعد از هشت ماه اینا هنوز هم قابلیت های زیر دارن که عملات هوایی یکی بر سر اسرائیل بکنن دیگه از یک منطقه که زیر عملیات است از چهار طرف ماسر است رفع بدون از اون دیروز حوادث رخ داده اونجا که کمین خوردن اینا و افرادشان دستگیر شد در جبالیه البته نه در رفع در شمال غزه امی عملیات ها حوادث که حال در می ظرف 48 ساعت در غزه دیدم میشه نشان میده که یک نوع تشدید عملیات ها از طرف حماس هم شروع شده و تلفات اسرائیل هم بالا رفته و خود اسرائیل هم مردم کشته روان هستند شمال و در جنوب تظاهرات بسیار شدید از اسرائیل بله تظاهرات مردم شدید است و از یک طرفی انداختای موشکی که تازه بر پایتخت اسرائیل صورت گرفته این ترتیب یعنی اگر بپذیریم که قابلیت حماس پاورجا است در جنگ و اینا دوباره حمله میکنن یعنی تنها قابلیت است یا ای که اکمالاتی هم به شکل مخفی و مرموز صورت گرفته خب از یک حساب غذا از سابق هم بسار اکمالات شده گیه است از این زمان ایک تونلا جور شده و امو ام استوریجا و یعنی امو جایی که اینا انبار م... رو نگاه میکنن در زیر زمین از اون زمان دیگه تا وقتی که جنگ بود نبود امو جمعیشه اکمالات شده میرفت هم از طریق مصر هم از طریق قبایل بدوی که در سنا جزیره سنا زندگی میکنن که از رای تونلا زیر زمینی از مصر به طرف غزه اینا سلام میاوردن همچنان راهی دریایی بود و خود از خود اسرائیل هم بود در زمانی که جنگ نبود ایران با استفاده از قاچاقبرا و از دیگر شبکه‌ای که در منطقه در خود اسرائیل هم هست اونا اکمالات میکردن برای و دیگه که انجینیرا ده اونجا رفتن و خود هماسی هم هستن که انجینیرای دارن که ساخت ساز سلاحی مورد نیاز خودشان خاصتا در جنگ فرسایشی که به کار میبرن اونا رو جور بکنن تولید بکنن در زیر زمین دمو تونلا از جمله سلاح های تکتیر انداز غول نامیده میشه که بسیار افسرای کلان کلان اسرائیل تا فیلن ترور کردن با استفاده است دیگه همون یاسین 105 راکت هایی که زد تانک هستن تانک میزنن از استفاده میکنن که چیز بزنن ساخنمان ها را بزنن یا پوست های نظامی را که اونجا اسرائیل ها در غذا جای میگیرن خب بدون از که راکت های کیو جاز راکت از سابق هم اینا می ساختن ویدیو در سابق وجود داشت که اینا پای پای زیر زمینی که آبرسانی بود در غزل ساخت قدیمی جور شده بود اونا را می کشیدن و زیر زمین انتقال می که از او راکت بسازن خود چانمی کار را دیگه اکمالات که با اینا ضرورت می باشه ایست که بسیار ریزه می بسته بندیش خود از اینا می بونن. خب آل خوب گفتن که با یک گلوله موشکی بزرگ حمله شده این گلوله موشکی بزرگ چی باشه؟ خب گلوله موشکی بزرگ اصلا در انگلیسی لارج براج میگه که یعنی بسیار گلوله باران بزرگ شده برای اولین بار و از کدام راکت خاص استفاده شده فقط برای اولین بار تا فعلا ثابت نیست اما تخمیناتی است که برای اولین بار از راکت های آر 160 استفاده شده که همون مدل خیبر خیبر یک است خیبر یک ایرانی است که برد 100 کیلومتری 150 کیلومتری داره و از اگه صاحب میشه که رادار گریز هم است اما جزیات زاد در مورد نیستون میدان زاد استفاده نشده جنا خوی موشک خیبر یک تو از, قر... از قرار معلوم که از گذشته در انبارها وجود داشته یعنی در طول اشت که اقدر همه زیر زربه بود چطور استفاده نشد؟ خب او وقت ضرورت نشد راکت های که اینا پیش از استفاده میکردن راکت های خردرزه یکی به بنام عیاش بود که راکت های خود از اینا جور کرده بودن که او کتابرد بود که اش دو دو ایچیز از امی... اش کلون اینجای ها رو میزدن کوتا برد بود ای اما سوال از استفاده از است خاطر کرد که یکی درف است و دیگر رای دورتر است که میخوان تلاوی هم بزنن و دیگه نشان بدن که هنوز هم انبارای ما پر است و از یک حساب مورال میخوان کم بکنن و مورال مردم خودم و سربازای خودم بالا میبرن که ما قابلیت ما هم و, و همون رقم یک اینا گفتن که 90 درصد قابلیت ما دست نخورده است به خاطر ثابت از یک کارا لازم است و بدون از حوادث شده دیگه هم امروز رخ داد از جمله جنگایی که در شمال شده خاصتا در شمال غزه بسیار برای اسرائیل بربادی ایجاد شده مسئله مسئله شمال بعد مطرح میکنیم بکنیم ارتش اسرائیل گفته که وشتارای از قبل وجود داشت در, در مرکز کشور هشت فروان از او قایقای بادی یا قایقای سری قایقای تیز رو از منطقه رفع به میگه در وارد خاک چیز ساحه آبی اسرائیل شده بوده می یک چیز ای چی معنا یعنی این کشتی ها قبلا از حماس بوده داخل خاک اسرائیل رفته برای چی کار خب در روزهای اول که 7 اکتبر صورت گرفت اینا ویدیوهایی داشتن که حماس با استفاده از چند چیز که پرگلایدنگ بود که از هوا تا شدن در اسرائیل فرو فرود آمدن و دیگه از کشتی های سیار استفاده کردن که از ساحل غزه برن به سواحل اسرائیل تا شدن باز از وارد شدن اینا با پایگاه نظامی اسیرا و گپار را گرفته آورده ای اشارهشان شاید به با او باشه برای فعلا دیگه آخر اواخر کدام چیز به نام قایق سیار وجود نداره به خاطر که دریا و زمین زیر نظارت آمریکایا و اسرائیلی است و جزات حماس نمیتونه که عملیات بکنه فقط هم تونل یک جایی است که اونا فعلا خود گرفتن در نقاط وایران شهر غزه یعنی... باز عملیات میکنن در واقع در حالت ماسره در قفس می جنگه حماس بله yeah. خب یه هست که خب از یکی قفص هم نیزه که چند لیاره هست اینا در سر زمین هستن در زیر زمین جنگ اصلی یعنی سنگر اصلی در زیر زمین است. در سر زمین نیست که اسرائیل واقعا رو ویران بکنه تا زمان یک زیر زمین است و نقشه در دست اسرائیلی ها که اونا خبر ندارن که دشمن در کجا هست چی را یک, یک ساز برگ زمینی زیر زمینی داره در دا چی داره چی نداره از خاطر از سنگر اینا از سنگر لشکر که سر زمین اینا بمباران میکنن و فایده نداره حماس از سر زمین بسیار کم است اما وقتی سر زمین میبره که کمین میزنه یا رو به جای تانکایشون از بین میبره در سر زمین فقط مردم های غیر نظامی خب به ترتیب در جوالی هم آدسه اتفاق افتاده که یک سرباز اسرائیل اگر یک گزارش یک سرباز است یک گزارش دیگه از ده سرباز است مگر هنوز... اصارت گرفتن کدامش درست است؟ هنوز هیچ کدامش ثابت نیست خود ابو وقتی که گزارش کرد دینا روز. گفت که ما سرباز اسیر گرفتیم فقط گفت که برای فعلا طبق گزارش ها یعنی حد اقل یک نفر ما گرفتیم بورا ابو بایدا گفته بود پس اون گزارش های رسید از منابع مختلف که گفتن تا ده نفر هم اینا گرفتن ولی اسرائیل بی خیرات کرد اسرائیل گفته که یک نفری اینا اسیر نگرفتن یک خبر دروغ است خب اگه این خبر دروغ باشه خب باز معلوم میشه اگر واقعا نفر را حماس گرفته باشه خوره باز پیشوری کمره میاره بالاخره خوب خوب در, در, فلمی فیلمی که القسام نشان داد یک نفر کش میبره میبرن پرتلاس کلاشینکوف هست کلاشینکوف هم نیه که سلاهای های بسیار پیشرفته عجیب و غریب است از سه نفر نشان میده خب در ویدیوی که ما سعی کردیم فقط یک نفر نشان میده که زخمی هست در دا داخل تونل میبرن کش کرده سلاحی که در بغل داره یک سلاحی است که به نام سیزایت اسکورپیان نامیده میشه که یک سلاحی چکسلواکی و از سالهای دستکی ماشینی است که در در درگیری های نزدیک نزدیک با کار میره نه دور برد یعنی سالای کلشی واری نیست آه. یعنی قطعات خاص،, خاص قطعات خاص از او می داشته باشه بله قطعات خاص می داشته باشه و خصی که دزگیرم شده میگن که از قطعات شاید است شاید 13 است قطعات شاید 13 اسرائیلی یکی از قطعات بسیار خاص و از زبده اسرائیل نامیده میشه همراه با فرض مثال ج... جواتی و گولانی و اینا رو شنیده باشن دوستا شاید شاید هم یک از او قطعات است که برای حساب کانتر تروریسم است یعنی قطعات ضد تروریستی است قطعات کماندویی است قطعات است که بر جنگ های تن به تن تقریبا ترنینگ شده اینه و تونلی خو میگن اما در تونلی نو دستاور نداشتن هنوز پس چرا اسرائیل رد میکنه در صورتی که فلمش شما <تصفح> اسرائیل میگه که اون نفر ما نیست او ساختگی است اسرائیل رد میکنه طبیعتا اما. هم همه هم هم خاطر رد میکنه م... که اسارت نیروی اسرائیل و هم از یک واحد خاص بسار بله بحران سخت تمام میشه خب چند چیز سخت تمام میشه که اینا پیش از پیش اسیر دارن چیز حماس پیش از پیش اسیر پیش اون زیاد هستن که بردن در صورت از, از اینکه نال خبر پخش شده که این قطعات خاص ما به خاطر نجات دادن ها را اون می خودش اسیر شده خب باز بسار از نگاه پروپاگاندا و تبلیغات بسار ضربه کلان از بسار اما اگر درست باشه خبر خب باز هم آن خودش اعلان کرده ابو باید گفت یک نفر کم از کم ما گرفتیم باز برابر همی از اینا که درو نادرست است باز خود خود در پیش کامره میاره ویدیوش هم میکشم میگه به اطراف کن اگر راست باشه چون این کار خواهد شد خب این قطعه نخبه اسرائیلی دو قطعات ویژه داره اسرائیل یکیش از او متشرعین یهود است که به صدا شریعت پر بسیار میرن سوابی می جنگن که نامش یک چیزی است که او را امریکایی قرار بود که تحریم بکنن از نظر عمل خود و شدت خود در برابر مردم بسیار زبان و دیگه شاید است شاید است که بایده این نخبه هست و اینا معمولا در نجات گروگان در عملیات غافلگیرانی دریایی مبارزه با تروریسم و این چیزها تخصص دارن اینا این قطعات که آوردن بر چه کاری کاری کار کردن تو حالا برای فعلا کنم دستاورد خاصی نداشتن مشکلی که اینا در جنگ دارن نیست که اینا این قطعات آوردن به خاطر جنگ تنبتن در جنگ تنبتن باید دشمن آذر باشه دیده شود که دشمن در فلانی جایست و جنگ میکنه یعنی با با یعنی پهلوانی نیست و خب کمین میزنه بدون از اینکه بله این مشکلی که اینا دارن نیست که وقتی قطعات خاص اینا وارد یک میدان کور میکنن که در مشخص نیست که دشمن در کدام منطقه است اینا قطعات دیگه تقریبا تو قربانی روان میکنن به خاطر گونه کمین برابر میشن سرکوب میشن کشته میشن تلفات هم میدن و این میرقم هم شد دینا. روز وقتی اینا روان کردند در جباله دوجه اینا را سربازای حماس چند نفر برآمد با اینا درگیر شد و اینا را به داخل یکی از منطقه ها کشان که دو یک تونل بود اینا وقتی که نزدیک تونل شدن یک دفعه شش طرف اینا را کمین زدن کمین زدن و دم دم انفجار دادن کمین زدن باز خاطر کمین گیری دیگه باز همی کسایی زخمی شده بود اینا را به تونل انتخاب دادن و بخش از زخمی هایی که خودشان ایلا کرده بودن باز پسان و را اسرائیلی به شفخان منتقل کرد داخل اسرائیل بدون از هم کمینای بسیار زیاد خوردن فرض مثال قطعات گولانی را یک دوره دو دوره اینا از میدان بیرون کردن به خاطر تلفات بسیار سنگین وقت بیت و بیت یا و در جبالیه همچنان و همچنان در سرک صلاح الدین در شمال بود در شهر مرکز شهر غزه که بسیار تلفات زیاد گرده گرد بر شفاخانه نصر و شفا و امودکه و دیگه قطعات گلانی دو جبیسا تلفات داد قطعات گیواتی هم همونجه تلافات داد یک دوره در خانی اونس تلفاتش بسا بالا رفت بیرون کشیدن مجبور شدن دوباره پرکاری بکنن قطعات ریزرف بکشن دو شامل بکنن دوباره وارد میدان کردن نحال هم همی هم رفتم نحال هم یک دوران کمیل نه نحال یکی از قطعات گردان های زده اسرائیل است که او هم تلفات اجزا چطور هم مجبور شدن بیرون بکنن دوباره وارد بکنن مشکل ها یه که اینا در جغرافیه گرفتی نمور قمیق گفتم چون سنگر زیر زمین است اما فرماندهی اصلی زیر زمین است سربازا هم زیر زمین است اما برک در کل زیر زمین است اینا نمیتونن که دوج پیشوی بکنن بخاطر که بلد نیستن نقشه پیششان نیست خبر ندارن که زیر زمین سنگرات چید خلاصه یک فاقد یک نوع اطلاعات هستن که کلیدی که بتونه واقعا یار میدان جنگ کمک بکنن اینا با مزوری که دارن از اون زور فرض مثال استفاده میکنن با تلفات بسیار زاد کوشش میکنن که چند تا حماسه بکشن او هم که گیر به حساب درون یا ستلایت یا دیگه و دیگه در که فرض مثال از خاطرونو کوچا مبران یا در بلند منزلا منزل بالا میشن در سر چتا و یگان تا حماسی ها را گیر میکنن باز اونار ترور میکنن بدون ازو به طور روزانه دیگه اینو هم افسرایشون ترور شدن میره به حساب تک تک تیراندازای حماس هستن تانکایشون رو ایران کرده روان با راکت میزنن هم کمین برابر شده روان هستن تلفات از اینا به طور روزانه اینی نیست از صبح تا شب اینا فقط در گوشه کنار غزه ده کمین برابر شده و اینا کسایی ای هم یک بزرگ, دا... بزرگ. ایتیک ارتش بزرگ بسیار کاردان آزموده به اصطلاح گرچه در جنگ زمینی چندان آزمودگی ندارن خب به این ترتیب چطور اینا تا در اشت ماه یک نفر هم مصیر گرفته نتانستن اگر میگه ایره به خاطر میگم نگرفتن که اگر میگرفت حتما ویدیویش رو پخش میکردن و هر بینا... چیزی که به زبان از او میگذاشتن و او اعتراف میکرد که اینه ما ایتر کردیم چطور کرد. خب چند نفر گرفتن روان کردن ویدیوهایشان هم گرفتن دروغ دروغ گپای های رو که فرض مثال کشیدن در اوجا اعتراف های گرفتن از پیش از اونا که ما کردیم و تو دیگه او خب پرسنل بود بله چند از او پرسنل شفاخانه دمی آخر هم یک تو به را از اینجا جمع کردن بردن رو سرش اعتراف اجباری گرفتن نشر کردن که اینی حماس هست این از جنایات حماس صحبت میکنن او خب به تبلیغات است و اگر اینا فرض هم بکنیم که حماس بگیره و پیش کبره به چی درد در, در دوام میکنه و اگر حماس بیچاره نه خانه داره نه زندگی داره یتیم هم از نان هم گرفتگی است خانه شهرش هم ویران است یک چیزی که داره جانش است و یک سلا در بدل که اینکه توی قطعات خاص وارد میکنی و قطعات خاص از جمله مردمای است سرمایه داره هم، خانواده دارن زمین داره یک یک آدم ملکی از اسرائیل کار میکنه تکس میده پورا تو میبره دولت برابر یک آدمی ای که ایره کشتم ایره میکشه او چی درد اسرائیل دوام میکنه چی شکست تاریخی که اینا خوردن اینا هزار نفر دو هزار ده هزار حماسی را مگر تسلیم دزگیر بکنن در پیش کمره بیارن این شکست که اینا در تاریخ خوردن یه چی جبران نمیشه و دیگه مشکل دیگه نیست که اینا چقدر حماس نامحدود است از نگاه تقریبا از نگاه نیروی انسانی همه کسایی که در غزه زندگی میکردن دکتر بودن انجینیر بودن دکاندار بودن هر کاری که بودن اونا کلشان ترنینگ نظامی دیده بودن به خاطر اینکه اونا مجبور بودن که هم کاری که بتاور به فرض که جنگ که نمی باشه هم کار عادی خدا بکنه دکتر باشه انجینیر باشه جنگ شد دیگه باز برای سلام ور داره چون که 70 سال همین چیزا برای زیاد یاد داد و حماس تا یک سازمانی است که یارو خوب مدیریت هم کرد و در قبلش هم قدرت های دیگه است اکمالاتش هم خوب است انجینیران پیششان رسیدن و تونل هایشان هم جور کردن دیگه انگیزه خودشان داره ضرورت نیست که زاد مخشوی شه خلاص میدان برای بر جنگ فرسایشی در برابر سوال بیخی هم تو اساف آماده بود اسرائیل است که 70 سال آرامش و سرکوب دگرا گذران نسلش به نسل دوم سه ازی پیشرفته شده نسل است که نسل نو راحتی است غذا است نان است موتر از شهر است هر چی که یک زندگی آرام است در برابر یک مردم فلسطینی که 70 سال همه چیز از پیشون گرفته شده و سه چهار نسل یتیم موندند او رقمی خو آسان نیست برای که در برابر تو مردم با خیلی اسرائیل برای برند شما ها نیروی زبده در اینجا وارد بکنین در برابر یک آدمی که انگیزی تاریخی داره و انگیزی جنونه کشتن دشمن خود داره که خانهش برده دیگه و برابر از نتیجه نمیتن ترینینگ شاید شما رو در میدان جنگ یک قابلیت خاص بده یعنی یک هنر اما انگیزه نیست ترینینگ انگیزه یک چیزی است که درون به وجود میای از 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 یک نوع بی‌عدالتی و از یک نوع یک نوع عقده‌ای که تاریخی می باشه و با بسیار عمیق نسل آل, آل نسل نو اسرائیل که از اقده یا انگیزی تاریخی مشروع ندارن فقط یک فاشیزم غیر قابل کنترل است فرض مثال اسرائیل هایی که نو در سال های نزد 48 این اینجا آمدن ایجاد کردن اونا از داشای اطلاع گریخته بودن اونا یک دلائلشان بود این مردم که در آرامش کلان شده و فقط کشتنشان بر بنای عزیز که ما 70 سال پیش هم در برابر از جنگ کردیم مال ما باید, باید به حساب مذهب قم که در اینا جنگ کردیم این خوب باز نتیجه نمیداد کافی نیست اویدیا امی جنس یا سرشت انگیزه دو طرف کاملا متفاوت است بله خب به این ترتیب خب برحال یک کسی به نام خاتم کریم الفلاحی یک تحلیلگر نظامی است در الجزیره این وضعیت تحلیل کرده گفته در, در اواخر عملیات مقاومت هم از هزبلا و هماسی هم ها معمولا قرارگاه نظامی را اینا بسار با یک موفقیت میزنن و ایران میکنن و این معلوم میشه که کدام چیزی در میدان جنگ تغییر آمده و این تغییر باید باعث شده که برتری ای طرف نسبت و برتری نظامی اسرائیل که زبان زد بود مشهور بود در کل دنیا و خاور میانه یک رقم زیر سایه رفته و یعنی میخوای بگوی که در میدان جنگ چیز دیگی در حال نمودار شدن است و این روز هم که ما آل در باره ازی بحث میکنیم که مثلا شهر رانا در تلویف بمباران شده با یک صلاح جدید یعنی این خبر از میته که تحولات در در, در منطقه رخ داده یعنی با توجه به تحولاتی که در ایران رخ داده این یعنی میشه م... یعنی همزمان بعد از اینکه تحولات در ایران کاملا شکل یعنی سوگ و ماتم و خود گرفت این طرف عملیات در خاور میانه در اسرائیل طور دیگه شده خاصتا که رهبر حزب الله سه مرتبه داد که ما شما را متعجب میسازیم یعنی این ترتیب در تهران چیز تغییر آمده؟ خب در تهران تغییری که فعلا آمده فقط است که خورای جمهور شده و دیگه یک چیز بسیار کلیدی که بود و بسیار عجیب بودی بود که در تم مراسم فاتحه سپای خود سپای پاسداران یک جلسه دایر کرد با تمام محور مقامت که خودشان نیروهای نیابتیشان از جمله اسماعیل هنی هم اونجا بود افراد ارشد هم اونجا بود از حزب الله هم شیخ هم شده بود کل از اونها رو در اتاق در تالار جمع کرد دور از دیگرا اتاق بسته شد و اونجا اینا جلسه داشتن جلسه داشتن بعد از اون جلسه معلوم میشه که تو عملیات ها از رفه برای این بار این, بار این از رفه فرض مثال از راکت های خیبری ها که استفاده شده که بزنن تل و شهرهای که مردم زندگی میکنه اونا را که راکت باران بکنن یکی دیگه ای که حزب الله عملیاتش بسیار هم تا دقیق است در زدن پایگاه نظامی در زدن امو... ام 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 پایگاه نظارتی و دیگه و دیگه ای اینا تمام تاسیسات نظامی که اینا در شمال اسرائیل دارن تمام از اون همیشه که حزب الله سرش عملیات کرده بسیار به طور دقیق تمام از اونا رو زده و این نشان میده که قابلیت استفاده از وسایل و تکتیکا و استراتژیایی که حزب الله به کار میبره بر اسرائیل موفق بوده و اونا میفهمن که چطور هم گنبد آهنین را دور بزنن سیستم های دفاعی اسرائیل دور بزنن و یک تاسیسات نظامی را بمباران بکنن بزنن راکت باران بکنن ایران معلوم مشک سر از اینا خوبصا کار شده اسرائیل از 40 سال از 45 سال است اینا با ایران که انقلاب شد و می پای بازاران سر کار آمد و اینا میره دشمن اول اعلان کرد اسرائیل اینا مقدر سر از این فقط مطالعات جریان داشت این اینا مقدر سالا اینا رو مطالعه کردن کردن تمام خوبی تمام زعف تمام قدرت و هر چیزی که اینا داشتن با بسار همه تو دقت بررسی شده بود و بر اساس این مطالعاتی که سپاه پاسداران انجام داده بود هم حزب الله هم ترسیم کرد برنامه ریزی کرد سیستم شد سلاحش هم ساخت خودش تمرین داد ترنینگ داد و تاسیسات شد جور کرد هم حماس هم اونم رقم هم داد هم سلاحش به حساب خودش آماده کرد تو ترسیم کرد و هم تونلا رو برشان ساختن که در جنگ غزه جنگ زیرزمینی اینا اسرائیل و جنگ فرسایشی بکشن در یمن هم امور تاسیسات نظامی که در یمن جوش شده بیخی با حساب مطالعات که اینا صورت مطالعاتی که کردن در مورد قدرت امریکا و اسرائیل در منطقه قابلیت از اونا رو در نظر گرفتن و در برابر از این قابلیت از اینا اینا تمام تاسیسات خود برنامه های خود بزه در زمان ترسیم کردن بعضی خاطر است که وقتی که امریکا دور میخوره و میگه که دشمن اول ما در جهان ایران است. او بر اساس از این میگه که ایران در برابر از اینا جنگ میکنه در برابر هر سلاحی که اینا در, در میدان فرض مثال آشکار کردن ایران او رو بررسی میکنه زدش هم از ریورس انجینیرینگ میکنه اینو تا یک, یک،, یک مغز از اخب از اینا خاصتا نمی که ایران داره است که بخیم تو تو میرور در میرور کار میکنه چیزی که از سلاحی که در امریکا یا اسرائیل میبینه فقط و فقط وقتی که پاس رو مطالعه میکنه میگه چیز بازارش جور بکنه. یا رایش پیدا بکنید که رو دور بزنیم وقتی که یی خودشان پیدا میکنن دغه نیروی نیابتی هم ترنینگ مته اند دغه اونو به اوسه ده که سایه له ن تګوازه استفاده کی گنبدانه هنین اچ کار نه در شامل هاله از رافز دندشون گنبدانه هنین درک نداره چنطاره میګم څو کو دو فاز راکت راکتور اما وختي که تاکتیکی باشه که گنبدانه هنین وقتی که فرض مثال 100 200 راکت به وای بوکه که ماز 100 200 راکت یک 20 دای بخوره دشه دا خود از یک تاکتیک هست. است استراتیجیک است راکت ها ارزش نداره راکت ها اونا 600 800 دلار میسازن خب ولی چیزی که در ایران اتفاق افتاده یک بحران زلزله آسا است که در این حال بحران زحمت و قدرت است که در جریان است گرچه ایران یک قسم ظاهر آرام داره اما در اونجا نیروهای مختلف و جان هم افتادن من خبرار من روزانه دنبال میکنم حد اقل در میدان رقابت های ریاست جمهوری چیره متضاد و جنجالی که قبلا رد شده بودن از طرف شورای نگهبان اونا دوباره روی صحنه آمده میرن مثلا احمدی نجات اینا خب ها. به این ترتیب ایران نیاز داره ایران آیا نیاز نداره تا بخاطر پوشانیدن او تشنج داخلی که درون در حال موجگیری است دست به تعرض بزنه در استقامت اسرائیل خب امکان داره در حساب تنش داخلی وقتی در کشور بحران داخلی خاصتا از نگاه سیاسی واقع سی میتیمه جنگ در جنگ خارجی جنگ با جنگ با یک عامل خارجی خاصتا به طور مستقیم باعث میشه که تمام همون نیروهای مخالف تمام مردمی که با وجود که مخالف هستن باید گرد یک تاسیسات گرد اونمو سازماندهی نظامی خود جمع شون به خاطر دفاع از کشورشون که یک مسئله ناسیونالیستی میشه میگه کشور ما زیر خطر رفته جنگ مستقیم از اون با دشمن هم خطر بس کل اگه یک دشمن خطرناک باز کلگی جمع میشه از یک حساب یک عامل متحد کننده است در ایران مشکلی که از نگاه سیاسی وجود داره مشکلات است که خب در صدر رهبری به سال قدمت داره یک اندازه خواستن 20 سال قدمتش است همین امی مشکلات کال باوجود وجود. خاصتا در دوران بعد از آمدن خامنه ای و یک سال که از او سپری شد این رقم یک مشکلات است اما یک احمد نژاد اینا و رسانه من و بالا کشیده میشن تا یک برنامه است آینده خود ایران خاصتا در منطقه بعد از فکر میکنم تا سال دیگه در جنگ میبینه پیش از پیش چرا که ترامپ دامدن دا است حالا انتخابات یکی 160 یا 159 روز به انتخابات امریکا مونده تا نیست که اگر ترامپ در میدان بود انتخابات بودی برنده میشه وقتی که از بایدن کسی خیر ندید در تمام شکست هایی که امروز امریکا متحمل شده دوری از آدم است و هیچ اصلا هیچ چانس باید وجود نداشته باشه که بایدن واقعا پیروز شده. تمام سیاست های خارجی از اون ناکام بوده ترامپ که آمد ترامپ خب باز پیش از اینکه بیاغ اولویت خودم مشخص کرده اولویت از او چین و ایران است مگه جنگ در برابر چین دفاع از تایوان و جنگ در برابر ایران دفاع از اسرائیل چین خو خب کرده نمیتونم و ایران سر ایران با زیاد دارم خب سر ایران با زیاد داره این حالا خب باانه سر ایران از خاطر است که ایران نزدیک شده بسا در منطقه که ایران بیخیز بیرون بکنه تقریبا اینی 50 درصد اگر 50 درصد هم نباشه 30 درصد پیشوی شده در مستقامت که امریکا را اینا به چالش کشیدن و اگه ای رقمی دوام بکنه که آله که نیروهای نیابتی به این سطح هست یک ده سال دیگه این رقمی دوام بکنه این نیروهای نیابتی قدرتشان بسیار بالا میشه و نیروهای دیگه هم ظهور میکنه امریکا دیگه هم به چالش کشیدن میشه از اون خاطر وضعیت بد و بدتر یعنی ترمپ میاره سیستم امریکا ترمپ میاره برای اولین اولویتش جنگ با ایران باشه خب اگر جنگ با ایران بود بله من فکر میکنم اونا که آمدن تمام قدرت خود باید به با کار بگیرن به میکار به خاطر که اگر کاری نکنه امریکا خب باز آیست مجبور میشه که از برای باید اگه اقدامی بکنه در یا قبال تمام... دماؤ... اسرائیل کدام اقدام خاصی کردن هم میتونه خودش مجبور از مای... وارد میدان شود از یک حساب کارهای سیاسی یا کارهای دیپلماتیک دیگه هم میتونن یا بکنن فرض مثال تجزیه عراق بکنن یا تجزیه عراق اساس از, از کار پذیر است به خاطر که امون... کردستان عراق و کردستان سوریه هر دوی زدست امریکاست اینا میتونن از یک اک کشور دیگه به خیجات بکنن به حساب زور کارا رو کردن در گوشه کنار جهان و کردستان یک منطقه است که مردمش انگیزه جدا طلبی داره و ایجاد کردن از یک یک چالش بسیار از در منطقه با وجود که ترکیه متحد است و از یک حساب متضرر میشه اما واسه مسئله مسئله اینترست خودشان که بود منافع خودشان در منطقه بود منافع استراتژیکشان بود و را باید ترکیه هم بپذیره اما ایران, مشغل... خود ایران خود تنها نیست بله ایران خود تنها نیست نه ایران واضحاً اعلان میکنه که شریک استراتژیک مست یعنی عمله بالای ایران از طرف ترم میتونه یک شعار انتخاباتی جاذب باشه خب ما از یک حساب اصحاب... عملی چی بدسمه خب از یک حساب اگر ما بگوییم که وارد میدان میشه و واقعا عملات اوایی میکنه سر ایران شاید ای کارو نکنه اما وارد جنگ شاید با عوامل ایرانی شود در منطقه از جمله می حزب الله از جمله هشت شبیه از جمله حوثی ها و دیگه و دیگه برابر و دارن دارن در برابر حزب الله اینا قفل نکنه در امریکا را درمان نمیکنه و درمان نمیکنه باید بهتر هم میکنه اما در اینجا ما باید در نظر در نظر باشیم که اگر امریکا در این منطقه میخواهد که اگر کدام چانس برای آینده از اینا در این منطقه وجود داره است که باید اینا خود پوزیشن خود دیجا محکم بکنن و کسایی که در چهار طرف از اینا قدرت آتش بارانش بسیار بالا رفته اونا را کم بکنن هر شبیه شبیر خودم دوران لوی داستن و بایدن هم چند بار اینا کوبیدن یک دوره آتش بس هم شد دیگه و دیگه پاس شکسته شد اما گرچه خود آمریکایی‌ها حال پایگاهشان نمیزنن اما جنگ در برابر اسرائیل جریان داره ترامپ اگر بیای خب در ایران وقتی که ما مسائل درونی را مطرح میکنیم که فرض مثال میگن احمدی نژاد بالا میاد آید دیگه دیگه این کلش یک نوع آمادگی برای آینده است احمدی نژاد یک یک رئیس جمهور بسیار زده آمریکایی بود در دوران خود یه آدم کارای کرد که بیخی آمریکا رو به بینی رساند در دوران از می بود که تحریما به اوج خود رسید در برابر ایران و بسیار زیر فشار آمد مردم ایران مگر می آدم از اون موقف خود از اون موقعیت خود که به از اینکه ما باید حتما اتمی شویم و باید قدرت خود ثابت بکنیم احمدی نژاد هیچ وقت از دور نشد اون امور محکم گرفت و در برابر یک فیگور مثل ترامپ اینا از اون خاطر میخوان یک فیگور شناخته شده در غرب به عنوان یک رقیب تندرو و امریکا را در سحنه سیاست پیش بکنن هم ایرانیا هم چرا که خود از یک نوع جنبه تبلیغاتی و روی, روی و رویداری داره نه دوری. از اونو خاطر است خود احمدی نشاد خب واضحا گفت من ویدیویش شنیدم گفت که دنیا بسیار خراب است خاصتا ایران در یک در یک نقطه خطیر قرار گرفته بله و ای اوضاع بسیار حساس است من نظر به مسلحت هایی که برای ایران ما میبینم ما تصمیم میگیرم که چی بکار کار میکنم اصلا خب به ای خب ای خب فرد سپا است یعنی بله. ترتیب سپاه میخواه که خدرت مستقیم بگیره و نیمه و ملیتریزه ملیتاریزه به ساز قدرت و بره آمادگی بله. بگیره به جنگ امریکا بله چون امریکا هم د نومو خطر ده خاطر ونس د آمدن ترامپ و آدم منفسته که پیش از پیش آمدن پیش از آمدن خود میتا بسیار خطرناک است تمام پالیسی کو برا انداخته یک پالیسی بسیار تندرو بسیار جنگی جنگ طلب و زورگویی است از ترامپ ایران هم در برابر از او باید ملیتریزه باشه استادگی بکنه محکم باشه و جنگ تو مدیریت بکنه که در برابر تندروی از اونو اینا تندروی خدا به کار ببرن در غیر از او اگر ایران نرم پیشی بکنه باز امکان داره که دور بزنندش و این چیز نیست که ایران میخواه ایران در یک موقعیت فعلا در خاور میانه قرار داره که دستش بالاست اسرائیل با جنگ کشانی در اسرائیل کردن دست نداره امریکا میخواد که کته ایران و عوامل ایرانی درگیر شوه و حوثی ها هم خود ثابت کردن که هر کار از ازشون ساخته است از خاطر از حساب پوزیشن ایران بسیار قوی است ترامپ که وارد میدان می به خاطر می که چون مسئله دیپلماتیک و استخباراتی و اطلاعاتی در منطقه دیگه نتیجه نداده پوزیشن آمریکا بسیار ضعیف شده باید آپشن یا گزینه نظامی رو به کار ببرن ما گزینه نظامی از این نیست که باید در منطقه حداقل عواملی که با ایران همکار هستن اونها رو یک کوبیدن بکنه با قیمتی که امکان داره خودشان هم تلفات بدن اما در یک نقطه رسیدن که اگر حالم یا اقدام نکنند آینده بالاخره یا مجبور میشن کشیده میشن یک در صورت که اونا توان تهاجم زمینی رو برای یک نقطه ترجیح نمیدن نه خب به ضرورت نیست به خاطر تا به تهاجم زمینی یا خود داره اینا فرض مثال دموکرات قطعات دموکراتیک سوریه را دارن که 10000 دا داعش نگاه کرده در شمال سوریه قدرتمند هستن نیروی زمینی هستن در کردستان عراق هم از متحد داعش ها متحد از اینا در خود سوریه دو ملیشه دیگه متحد از اینا بس جمعه حیات دیگر و از جمله حیات تحریر شام از دیگه و دیگه در زمینی وجود داره فقط سلاح کار است <applause> یه ذخیرگاه افغانستان استفاده نشده مانده خب ذخیرگاه افغانستان هم بعد از آمدن ترامپ فعال میشه خوب صحیح به خاطر که میان الان اونجا روان است تو اسلام آباد مردم جمع کردن جبهات مختلف هم سیاسی و هم ایدئولوژیکی ایجاد کرده روان هستند کارش کار از بسیار آشکار است جای در افغانستان چیزی که بسیار خاموش است تو کورس موضع ایران و روسیه است موضوع ایران و روسیه روسی فقط همه قدر است اینو میگه ما طالب حمایت نکنیم اما ما میشناسیم که کشورها را که با طالب اینا پیش نمیرن و خودشان باورمند نیستند نیستن که تا طالب پروژه از چطور در, در یک لفافه در یک زیر پرده پیش میرن فاقد تبلیغات و فاقد بروز به یک رشته موازه دو جدیتر از نظر تبلیغاتی ای چرا ای تو, ای تو رفتن در یک با چراغ خاموش اینا حرکت دارن خب اینا از یک حساب میخوان که از نگاه اطلاعاتی هر قدر امکان پذیر است در کوری نگاه بکنن دشمن هم مردم هم دیگه و دیگه بختار مسئله افغانستان بسیار یک مسئله اساس است و لیک یا یا لو رفتن معلومات یا مولو رفتن لو رفتن هر نوع اطلاعات در, در مورد استراتژی از اینا در افغانستان در آینده به از یاس اما در یه شکل نیست که اینا در دا آمادگی دارن بخاطر اینکه ما یک ای کشورها رو میشناسیم که در افغانستان واره یک جا اینا هیچ وقت طرف نخواد بودن یا به تفاوت باشن بخاطر که اینا میفهمند در دیگه جای اگر دست ما بالا باشه دیگه جایی که ما واقعا ضربه میخوریم افغانستان است اینا میفهمند که طالبان چون یک نیروی آشکار هست هست از در میدان است و به خاطر اینکه ثابت شوه که طالب باکی است با حساب بس تبلیغاتی بسیار آشکار است که اینا میگن ما که طالبان کاری میکنیم به عنوان نیروی زده آمریکایی یا منطقه یا هر چیزی که میگن اما ای که اینا آینده خدا در منطقه در کل در افغانستان و دیگه جای بایی میبیرن که ما به هر کاری که میخوایم در منطقه بکنی باید طالب پیش کنیم این تو نیست اونا استراتیجی دارن فقط برای فعلا آشکار نیست پسان باز آشکار میشه برای فعلا تمام تبلیغاتی که اونا میکنن فرض مثال دیم بادرسان چقدر خبرها میرسد چی کارهای روان است ما شما چند برنامه در مورد از او گرفتیم اما هیچ روسیه و ایران نمی بینید دو مورد صحبت فقط دو دو بار صحبت شدن یک یکی که در مسکو تروریسم دادن و یک هم در کرمان روسیا و ایران تقریبا کمک کردن که این خیزش بدخشان که تحریک شده بود او را خاموش به ساز طالب یعنی هم کاری کردن خب اونا میفهمن که در بدخشان هر نوع حوادثی که رخ میده یک طبیعی حساب نمیشه از نگاه اطلاعاتی در افغانستان هیچ کار طبیعی صورت نگرفت اگر میگرفت ما دیگه حالت نمیبینیم چل سال است که کشور زیر فشار عوامل خارجی است و از نگاه طبیعی وقت تغییرات درست نامد در درون هیچ وقت تغییر نامد. تغییر همیشه درونیش هم که بود از از خارج ترسیم شده بود برنامه ریزی شده بود خب حالا نام ماندن سرمامچ ما قبرستان و فلانی و فلانی مگم چل سالات معلوم نیست که قبرستان پاکستان چی وقت جور میشه تنها خود ما قبر کند روان هستیم به خود برای فعلا بر صورت در بدخشان هر روا حادثه که رخ میته اینا میفهمن که دوجه دست امریکایی دست پاکستانی هست که را را باز بکنن به مو عواملی که جمع کردن با پلانایی که دارن در آینده به حساب اکستریمیسم و به نام نیو دیگه دیگه این حال در افغانستان اونا به طالب بر فعلا سر ازی بر نان یک نیروی سرکوبگر اتکا کردن اما اونا میفهمن که دراز مدت نیست چرا که طالب از درون شکننده است و اینا میفهمن که امو امو فرقه حقانی و قاب نشین که است اونا پاکستانی هستن اونا با پاکستانی رابطه دارن با امریکایی رابطه دارن قطر میرن پس می. هن. او هم میفهمند که دیر یازد طالب از درون مشکنه و شمال افغانستان تقریبا به یک میدان جنگ تبدیل میشه و بعد از او دیگه طالب کار نمیه بسر بعد از او باید نیروهای سی هم وارد شد و که نیروهای از پاکستان هم وارد میشه و کمک امریکا و دیگه و دیگه از ایران هم وارد, هم از ایران وارد میشه از طرف خود روسا از طرف خود ایرانی ها اون مناطقی که کار دارن در افغانستان مناطق بسیار مهم است عوامل اکستریمیستی بسیار زیاد است خود می پنشیر و خود بدخشان و هیرات هم همچنان عوامل اکستریمیستی در درون خود داره که پیش از پیش اونجا جور شدگی است عربستان پایسه شده داده بود سابقا پاکستان رو مدیریت میکنه و یک دو عامل از اورخ ایران پیش از پیش هم مسالای اول از بین بود که یکش مهدی مهدی بود و یکش هم مولوی مهدی بود و یکش هم انصاری قاری انصاری که در عراق کشتن بله ایران پیش از پیش دو خطر خود نیترالایز کرده خنسا کرده اما متواقش هم اونا خوشحال هستن و, و میفهمم که در آینده چی حوادث پیش رو هست و اونا آماده میکنن <تصفح> یعنی از از سخنان بایدن ایت معلوم میشد من که... فکر نمیکنم پیش دستی بکنن من فکر میکنم که حالا روسا و ایرانی میخوان میخواین در جنگ به اونا دعوت دارن حالا پاکستان و امریکا رو جنگ یعنی <تصفح> هدف <تصفح> یعنی <تصفح> پیام <تصفح> اصلی <تصفح> خوابیده <تصفح> در <تصفح> پشت سخنان بایدن چی بود که گفتگی کشور دیگه متحد نمیشه و ما اگه خطر زیاد شوه حاجت آمدن ما نیست و ما از رای دیگه کنترل میکنیم راه دیگه چه راه دیگه خب پاکستان است بله، یعنی راه دیگه نیابتی هست جنگ نیابتی در می خو اینا نیابتی ال چیز در پاکستان چه نوع نیابتی هست؟ نیابتی است که همیش از کدام جمع کردن از بقایای جمهوری را از بقایای جمهوری است از عوامل نو, نو کونه شورای انقره اونجا دعوت شده حتما دیگه جبهات هم اونجا دعوت شده ایس. یک شورا. شورا بسار با شورای انقره با تمام با تمام کسایی که ما با... ما شورا نمیگیریم به خاطر اینکه که دیگه مهم نیستن با همه از اینا ایت ملاقات کرده بله تا اون بس وقتی که میره همراهشون قبل و هیچ کس دیگه به دیدن از یا نمیره از کشورهای مثل ایران و روسیه خود از این شان تو با از اینا با دیگه در داخل خود افغانستان هم مثلا عوامل افراطیت عوامل که میخواد با داعش همسو سو فرض مثال جنرال جرات که فعلا غایب است فخر چیز است فسی بودین است مختوم عالم است صلاح ایوبی است خود خراسانی را خیستاندن فرض مثال چند روز از طالب چیز کرد یکی از فرماندهان شمالی از آلمان هم رفته بود تو میمان بله کلش از اونجا میاد دیگه از منطقه شان و نموز محور هم طرف است خب اینا از کجا پیش میکنه از چتر از رای کابل و کنم میشه راز زیاد است یکی خاقانیا از اقانیا شرق افغانستان را کنترل دارن تا کابل رایشان باز هست. روزی که اقانیا و طالبای قنداری رابطشان شکسته شد دو, دو محور تجزیه تقص... شد افغانستان باز اقانیا میره با اونها میپیوند خاقانی خود میانه رو گرفته اول از امروز اول که سراج الدین اقانیا اومد گفت که رقمی پیدا کردن میتونه ما باید در داخل ساختار حکومتی باید اصلاحات بریم نمیشه که مردم سر سر قمچین بزنیم نمیشه که تو بکنیم تو میکنیم شاید 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 مطورین شایست های و بله خب اخوانی ها بسیار بسار آیس های هستن عملا اونا اونا در مناطق لوی ها قدرتمند هستن تا کابل هم رایشان باز است. در بدخشان هم عوادثی که رخمتا و دایشه که پسان اینا میخواین اونجا وارد بکنند دیگه دیگه این اینمی اخوانی و چترال از دیگه وقتی این نیروها رو وارد میکنه باید اول یک نوع تحولات دیپلماتیک رخ بده بین گروه های مختلف از که بعد از او باز حقانی ها باز در در سانه آخر باز وارد میدان میشه که اونا باز را را باز بکنن به عنوان از این که اینه پروژه سال دو که شکست خورده بود اینه فرقه طالب است که میخوای به حساب از اینه که جمهوری های سابق جور بین و یک دولت ایجاد بکنن در افغانستان به حساب قانون اساسی و دیگه خب البته این اختلاف اختلاف بسیار زیاد گزارش میشه بین طالب و حقانی حتی دومین انفجاری که در قندار صورت گرفته بسیار انفجار محیبی بوده قندار را عدف گرفتن و اونجا چیزایی در جریان است از افزایش اختلاف بین دو شبکه طالب گزارش میشه که و باید با او چیزی که بایدن لرزان لرزان گفت یک چیزی باید با همیش با این مسئله با سخنان بایدن در پس سخنان بایدن باید رابطه داشته باشه پس. رابطه داره اینا یک سال تمام دو سال تمام دایش تبلیغات کردن حالا که دایش خوب سایی تبلیغ گوش مردم در سر, سر جهان رسید حالا بایدن گفته بر برای مبارزه با در برابر داعش ما نیاز نداریم در میدان باشیم از راه دیگه هم میشه یعنی خودش از دیگه پیش میشه دیگه خودش از پاکستان از دیگه رفیق قدیمیشان کار خو... کارش میکنن گرچه خود از اون مشکلات زیاد دارم و یکی یا چی برنامه دارن باز پسان معلوم میشه اما در این مسئله ایران و روسیه بسا خاموش است خب البته خاموشی ایران و ور... روش بسیار سوال انگیز است و ما فعلا نمیدونیم که واقعا خاموش است یا در پس خاموشی یک طوفان است است در افغانستان اونا ما فکر میکنم پیش اونا نمیمونن که در جایی که دایش باشه و بایدن از اونجا فرمایش بوتا دا... اونا ما بف... بیشتر هم گفتم بله به نظر من که اونا جنگ میخوان اونا میخوان که در افغانستان جنگ شوه اینا وارد شون چون بعد از این جنگی که باز در افغانستان شد اینا واقعا میتونن که بحران به طرف پاکستان سخت بدن یعنی پس ایران و روسیه منتظر هستن که اول طرف مقابل پیش بله اولو پیش بیا و پیش بیاید باز بعد از او که اینا پیش از پیش آمادگی ها دارن باز اینا وارد میدان شود بحران در افغانستان حال چون برنامه است که یا به طرف ایران بره جنگ یا به طرف آسیا میانه بره به حساب اکستریمزم یا رقم کس اگر در پاکستان ناکام ماند و جنگ در افغانستان حفظ شد باز جنگ حفظ شده در افغانستان خود خود به طور خودکار باز اینا میتونن زور بزنن انتقالش بتن به طرف پاکستان وقتی که به طرف پاکستان انتقال کرد دیگه اینا از بابت افغانستان از سرحدات خودشان که نزدیکتر و خودشان از یک کم غاسوده میشن باز جنگ در باید دا پاکستان مدیریت بکنن کل گپی نمیست انتقال جنگ است اونو مو وضعیت که امروز اسرائیل داره فرض مثال از خود بنوان یکی از سنگرهای مغربیا اون مو وضعیت پاکستان هم خاطرش بخاطر اینا خاطر اینمی, اینمی روز زاده شدن که باید به با غرب خدمت بکنن و قاری آسیار رو بگیرن اما این ای کشورهای متفقین آسیایی دیگه اینا رو اجازه نمیده که در گروه امریکا باشن برای با بزرگ پاکستان اسرائیل مثل خود اسرائیل سر پل سلات را میره پاکستان هم له پاکستان خو... طرف در طرف میفته بی... یا طرف او آینده نداره پاکستان به این وضعیت که از آینده نداره و یک سیستم ملیتریستی و بسیار فاسد است تا 70 سال هیچ زیر هی درست ایجاد نکرد 200 میلیون نفر داره خود رژیم میتونه که بسیار سرکوبگر تروریست باشه مگر مردم گشنه از بس از او بدتر تروریست است از او خاطر بهتر است که اونا خب حالو دیگه. مشکل از اونا قابل حل نیست تاوند اول به تاک از چهار طرف پاکستانی رو باید متوجه باشیم خود پاکستان هم ماسر است ماش شما ماسر اسرائیل وقتی که صحبت میکنیم نگاهی نیابتی میگیم پاکستان هم ماسر است پاکستان که خود نا... ما کاس که... گروهی که پاکستان باز ماسر کرد بسیار عجیب غریب از زاده خودش است تی تی پی از خودش است هم اکستریمیسم اسلامی از خودش است که در گروهی مختلفی که در ضد پاکستان میجنگه تزریق شده اینمی افکار وهابی و دیگه و دیگه زاده خودش بود دیگه تی تی دی پی عزیز زاده شد نیروهای دیگه هم زاده شد از مدل از ای ایرانی یاد گرفت از مدل از ایندی ای هم یاد گرفتن همین مدل این میام در کار انداختن نه ایروار در خودش ایجاد کرد آره که اقتصاد برای هم خوردن مردم باید که دیگه درگیر است از نگاه قومی و زبانی و افکاری و سیستم بعد فروپاشی در است، است بخاطر که امران خان در زندان است و هیچ آینده خوبه و تر پاکستان نمی در خود خدا خود جنگ تو فرصتش محیا شده حالا چون پاکستان هم د نقطه رسید که باید و باید اقدام بکنه در خارج این مثل اسرائیل که در غذا بخی بمباران داره بدون از کدام استراتژی مشخص که بفهمم چی داره در افغانستان هم با وجود که اگر استراتژی مشخص است اما چشم انداز پیروزی هم اگر دیدن میشه پاکستان میخواد اقدام بکنه به خاطر که اگر نکنه بی از از بین میره و اگر بکنه خود اقل یک چانس درگیری خو میباشه خلاصه که تو لوچ بگویم که جنگ آینده بین شبکه امریکایی انگلیس و پاکستان با روسیه و ایران در شمال افغانستان حتما در میگیره بله حتمی از بخاطر پروژه و برنامه کلش دانوم محور است بله با تشکر از شما که از این, این مسائل توجه شد و تشریحات لازم داده شد و با تشکر از بیننده های عزیزم که تا این لحظه ما را شنیدن و دیدن مسائل اینچنینی را بازم اما با به شناسایی هستههای اصلی حوادث ما با بحث خواهیم گرفت و من فکر میکنم که بحث ما که از خاور میانه آغاز شد از حملات حماس تا و بدخشان افغانستان پایان یافت تصور میکنم که یک یک منظومی از جنگ عملیاتی که در دنیا شکل گرفته و در خاصتا یک قسمت مهمش و ستون و فقراتش در کشور ما شما در تمرکز کرده ما به راندازی گفتمان ها نیاز داریم نه به اخبار و اطلاعات افقی که فلانی میگه ما یک این در حال است که او را اضافه میکنیم بر دگاه میگیم نه از او جنس نه حالا ما فکر میکنیم که وارد یک چرخی جدیدی از اطلاع رسانی میشیم تا بعد تشکر خداحافظ